سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگه هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنار اون اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. خانم پریسا تبریز اکنون یکی از مهمترین و با ارزشترین مهره‌های شرکت گوگله. کار او هک کردن سیستم‌ها و سرویس‌های گوگل به عنوان یک هکر کلاه سفید بوده و در خط مقدم جبهه‌های گوگل علیه هکرهای مجرم یا کلاه سیاه مشغول مبارزه سایبری است. او در سال 2012 میلادی به عنوان یکی از 13 برتر سال از سوی مجله فوربس انتخاب شد. در ادامه به معرفی این زن موفق ایرانی می‌پردازیم. پس تا پایین این ویدیو همراه ما باشید. پریسا تبریز در سال 1983 در حومه شهر شیکاگو به دنیا آمد. پدرش یک پزشک ایرانی مهاجر و مادرش یک پرستار لهستانی آمریکایی بود. او فرزند بزرگتر خانواده است و دو برادر کوچکتر هم دارد. هیچ یک از والدین او علاقه یا تخصصی در زمینه علوم کامپیوتر نداشتند و پریسا هم تا سال اول دانشگاه فعالیتی در این زمینه نداشته. پریسا از همان سنین کودکی خصوصیت‌های مدیریتی خود را با دستور دادن به برادرانش نشون داده. او در مصاحبه‌ای در این مورد گفته: اونها من رو قلدر خطاب می‌کردن، اما تنها تفاوت من این بود که با برادرانم در بازی‌های خودشون مثل ورزش و بازی‌های ویدئویی شرکت می‌کردم. البته من از اونها بزرگتر بودم و برادرانم رو کتک می‌زدم. وقتی بزرگتر شدم در تست پیشنهاد شغل شرکت کردم که افسر پلیس به من پیشنهاد شد. با اینکه پیشنهاد اون روز برام خنده‌دار بود، امروز در شغلی مشابه امنیت مردم رو تضمین می‌کنم. جالب بدونید که پریسا تبریز تا زمان دانشگاه هیچ فعالیت کامپیوتری نداشته. این متخصص امنیت برای انتخاب دانشگاه ابتدا در میان برترین دانشگاه‌های مهندسی آمریکا جستجو کرد. او از مشورت دوستان و خانواده هم استفاده کرده. پریسا تبریز ابتدا برای تحصیل در رشته مهندسی وارد دانشگاه ایلینوی در اوربانا شامپین شد. او رتبه بالای این دانشگاه در بخش مهندسی و همچنین شهریه معقول اون رو از دلایل انتخاب ایلینوی میدونه. پریسا تبریز بهترین دستاورد دانشگاه رو یادگیری مفهوم یادگیری میدونه. او نکات زیادی از دروس دانشگاهی رو به یاد نداره، اما تجربه‌های عملی در کار کردن با دیگر مردم رو بهترین درس آموزشی دانشگاه میدونه. او ارتباط برقرار کردن رو پدیده چالشی و حتی برخی اوقات دردناک میدونه که به هر حال در تمام جنبه‌های شغلی وجود داره. پس از مدت کوتاهی پریسا به علوم کامپیوتر علاقمند شد و به این رشته تغییر مسیر داد. در نهایت پریسا تبریز مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خودش را از همین دانشگاه دریافت کرد. زمینه تحقیقاتی تبریز در دانشگاه شبکه‌های بی‌سیم و بررسی حملات در فناوری‌های مرتبط با حریم شخصی بوده. این متخصص امنیت چگونگی مدیریت زمان و به سرانجام رساندن کارها رو هم جزء آموزه‌های دانشگاهی خودش می‌دونه. پریسا معتقده که دانشگاه این فرصت را فراهم کرده تا او بتونه توانایی‌ها و علایقش رو پرورش بده. البته او در نهایت بر این باوره که یادگیری این موارد در محیطی خارج از محیط کلاسیک دانشگاه هم امکان پذیره. پریسا تبریز در مصاحبه‌ای به دانش آموزان دبیرستانی که قصد انتخاب دانشگاه رو دارن توصیه میکنه که ابتدا علایق و هدف خودشون رو از رفتن به دانشگاه پیدا کنند و سپس تنها برای چند دانشگاه محدود و چند مؤسسه به عنوان رزرو اقدام کنند. او دانش آموزان رو به اهداف بلند مدت تشویق کرده و از اونها میخواد که از زمان آزاد در دوران نوجوانی برای امتحان کردن موضوعات مختلف و پیدا کردن علایق خودشون استفاده کنند. یکی از فعالیت‌های فوق برنامه پریسا تبریز در دانشگاه عضویت در گروهی دانشجویی به نام سیگمیل با اهداف افزایش امنیت وبسایت‌ها بوده. نکته جالب اینه که شاهزاده امنیت گوگل به خاطر هک کردن وبسایت خودش به این گروه پیوسته و به مرور با زمینه امنیت اینترنت آشنا شده. او برای طراحی وبسایت‌هاش از نسخه رایگان نرم افزار محبوب اون سالها یعنی انجیل فایر استفاده می‌کرد و برای از بین بردن بنر تبلیغاتی در این نرم افزار اولین نفوذ و هک خودش رو در دنیای اینترنت انجام داد. در اون سالها جان دریپر از هکرهای مشهور جهان بود که به کاپتین کرانچ معروف بود. تبریز این هکر مشهور رو منبع الهام خودش در جوانی می‌دونه. پریسا تبریز در تابستان آخرین سال تحصیلیش در دانشگاه برای گذراندن دوره کارآموزی به شرکت گوگل رفت. فعالیت او در این شرکت مورد توجه مدیران قرار گرفت و به همین دلیل پریسا به محض فارغ التحصیلی در سال 2007 به گوگل پیوست. در زمانی که او در گوگل استخدام شد، این شرکت حدود 50 مهندس امنیت داشت که امروزه به بیش از 500 نفر رسیده است. پریسا تبریز علاوه بر مدیریت تیم‌های توسعه‌ای و امنیتی گوگل، وظیفه آموزش و تربیت کارمندانی از گوگل که به حوزه امنیت علاقه‌مند هستند را هم داره. او در بخش‌های تحت مدیریت خودش نهایت تلاش رو به کار می‌گیره تا عدم توازن نیروهای کاری زن و مرد را از بین ببره و به همین منظور کارمندان زن بیشتری را استخدام می‌کنه. او معتقده که تا 50 سال پیش این نابرابری در صنایعی همچون پزشکی و حقوق هم وجود داشته و خوشبختانه امروز از بین رفته. اما لقب شاهزاده امنیت در جریان یک کنفرانس در توکیو ساخته شد. پریسا تبریز در این کنفرانس تصمیم گرفت تا به جای استفاده از عنوان شغلی خودش، یعنی مهندس امنیت اطلاعات، از عبارت شاهزاده امنیت استفاده کنه. این لقب از آن روز بود که به عنوان شناسه این متخصص امنیت استفاده شد. او درباره انتخاب این لقب گفته: من میدونستم که در این کنفرانس باید کارت ویزیت خودم رو به افراد مختلف بدم. با خودم فکر کردم عنوان مهندس امنیت اطلاعات بسیار خشک و رسمیه. فعالان صنعت ما عناوین رو بسیار جدی در نظر میگیرن، اما من تصمیم گرفتم با یک عبارت جدید اونها رو غافلگیر کنم. پریسا تبریز به کودکان و نوجوانان علاقمند به امنیت آموزش و مشاوره میده. از دیگر فعالیت‌های فوق برنامه پریسا تبریز در حوزه امنیت، شرکت در کنفرانس‌های برای نوجوانان علاقمند به حوزه امنیت سایبری است. او به عنوان مربی در یکی از این کنفرانس‌های سالانه در لاس وگاس شرکت کرده. او در سال 2018 به کنفرانس امنیت آر.اس.ای دعوت شد. در این کنفرانس از 20 شرکت کننده و سخنران تنها یک نفر مرد نبود. پریسا تبریز در اعتراض به این حرکت کنفرانسی مشابه با نام اورسا بنیانگذاری کرد که در طول 5 روز 14 سخنران زن را به خودش جذب کرد. یکی دیگه از کنفرانس ها به میزبانی خانم تبریز، روتس نام داره، که با تمرکز روی آموزش هک به کودکان برگزار میشه. این رویداد رو میشه انشعابی از رویداد مشهور دفکانت دونست. رویداد دفکانت سالانه با هدف گرد همایی هکرهای حرفه‌ای در ریو برگزار میشه. مقاله‌های معدودی در مورد پریسا تبریز در اینترنت منتشر شده که او رو سلاح مخفی گوگل در بخش امنیت میدونن. در این مقالات از پریسا تبریز به عنوان هکر کلاه سفید نام برده شده که با حمله به سیستم‌های شرکت وضعیت امنیتی اونها رو در برابر حملات هکرهای کلاه سیاه بررسی میکنه. پریسا تبریز امروزه وظیفه خطیر حفظ امنیت مرورگر کروم رو بر عهده داره. مرورگری که با بیش از 1 میلیارد کاربر محبوب‌ترین مرورگر جهان شده. علاوه بر اون، کروم در بررسی‌های متعدد امن‌ترین مرورگر هم شناخته شده. این متخصص 35 ساله از هر جهت یک نمونه خاص در سیلیکون ولی است. اولین ویژگی خاص او زن بودنه، چرا که با وجود شعارها و فعالیت‌های تبلیغاتی عظیم غرب در مورد برابری جنسیتی، زنان در سیلیکون ولی تحت فشار بوده و به سختی به مقام‌های مدیریتی میرسند. همونطور که گفته شد، پریسا تبریز از حامیان جدی برابری حقوق زنان و مردانه. البته او معتقده که مقصر بسیاری از مشکلات زنان در صنعت فناوری خودشون هستند. شاهزاده امنیت گوگل برای پیشبرد کارهای خودش همیشه از نگاه مجرمان به مسائل امنیتی نگاه میکنه. او ابتدا به عنوان یک نفوذکننده با سیستم برخورد میکنه تا بتونه راههای امنیتی بهینه رو برای اون پیشنهاد بده. این روحیه در سمینارهای آموزشی تبریز هم قابل مشاهده است. به عنوان مثال، او از حضار میخواد که روشی برای هک کردن دستگاه نوشابه پیشنهاد بدن و از میان پاسخها باهوشترین متخصصان امنیت رو یافته و پرورش میده. روند برخورد خانم تبریز و تیم امنیتی گوگل با چالش‌های امنیتی، این شرکت و دارایی‌هاش رو به قلعه غیرقابل نفوذ برای هکرهای کلاه سیاه تبدیل کرده. اونها از روش نزدیک نگه داشتن دشمنان هم برای افزایش امنیت استفاده می‌کنند. مسابقات، جوایز و رویدادهای مختلف این شرکت برای کشف باگ و حفره‌های امنیتی در سرویس‌ها گواهی بر این عملکرد هستند. پریسا تبریز هم معتقده که این جوایز بسیاری از هکرهای کلاه سیاه رو به کلاه سفید تبدیل کرده. پریسا تبریز کار کردن در گوگل رو بسیار جذاب و لذت بخش توصیف کرده. نکته مهم در مورد فعالیت پریسا تبریز و تیمش در حفظ امنیت کروم اینه که فعالیت اونها آنچنان به چشم کاربر نمیاد. این در حالیه که این تیم همیشه مشغول پیدا کردن باگ ها و مشکلات امنیتیه و به سرعت اونها رو برطرف کرده و پچ های امنیتی رو به صورت بروزرسانی های مخفی در کروم نصب میکنه. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو برای ما بنویسید و یادتون نره که با زدن دکمه سابسکرایب در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد، بدرود.